کشیش فاکتوس، نوشته عزیز نسیم. اگر روزی کشیش فاکتوس بخواهد پرواز کند، نباید باعث تعجب عده‌ای شود. اگر تا به حال پرواز نکرده است، به علت وجود عده زیادی از انسانهای خدا نشناس و بیدین است که بر روی کره زمین زندگی می کنند و او باید آنها را به راه راست هدایت کند. روزی یکی از زنانی که همیشه به کلیسا سر می زنند، از کشیش فاکتوس سؤال می کنند: پدر بزرگوار، خیلی وقت این فکر آزار می ده منو. آیا شما هم مثل ما غذا می خوری؟ کشیش فوراً به منظور زن مؤمن پی می برد. فکر کرد، گفت اگر حقیقت را به زن بگوید، ممکن احترام خود را پیش او از دست بدهد و زن از فرمان خدا سرپیچی کند. به ناچار راه سوم را انتخاب کرد و به او گفت: خواهر، خوردن و نخوردن پیش من مهم نیست. روزی 3 دانه زیتون می خورم و 1 پیاله شراب می نوشم. به خاطر این است که توان آن را داشته باشم که عبادت خداوند را به جا بیاورم. زن مؤمن از این جواب تعجب کرد، زیرا همه اهل آبادی اعتقاد داشتند که کشیش مثل فرشته هاست و بدون نان و آب زندگی می کند. زن دوباره پرسید: پدر، عذر می خوام. منو ببخش، تو هم مثل ما خمیازه می کشی؟ کشیش گفت: نه خیر خواهر. خواهر گفت: پس عدسه هم نمی کنی؟ نه؟ گفت: بلی خواهر، درست گفتی، عدسه نمی کنم. گفت: عرق چطور؟ گفت: نه خیر خواهر، عرق هم نمی کنم. بعد از این سوال و جواب ها زنه با خجالت گفت: پدر روحانی، اجازه بده از شما سوال دیگری بکنم که تمام زنان ده میخواهند این را بدانند. گفت: عیبی ندارد خواهر، هر چه به فکرت میرسد بپرس. گفت: آخه پدر، خجالت میکشم. گفت: خجالت نداره، سوال تو بکن. گفت: چیز پدر روحانی، تو هم مثل ما، چطوری بگم، تو هم دست به آب میدی؟ گفت: دست به آب؟ گفت: منظورم مستراحه، شما هم میرید؟ کشیش فاکتوس بالاخره جواب داد، گفت: نه 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 خیر نه. زن مؤمن دستهای کشیش رو بوسید و رفت توی صحن کلیسا و در مقابل مجسمه حضرت مریم زانو زد و شروع کرد به دعا خوندن. بعد از کلیسا اومد بیرون و با عجله خودش رو به آبادی رسوند. جماعت زنها انتظارش را میکشیدند. همین که به نزدشان رسید با تبسم گفت: فرشته است، غذایش عبادت از 3 دانه زیتون و 1 پیاله شرابه. مثل ما نیست، نه خمیازه میکشه و نه عطسه میکنه و نه عرق، اصلا دست به آب هم نمیره. و همین علت اگر فاکتوس آرزوی پرواز بکند، نباید کسی تعجب بکند. اشخاص اعتقاد داشتند که همیشه نوری در بالای سر فاکتوس دیده میشود. این حرف ها در اطراف ده پخش شدند و فاکتوس مشهور شد. از جاهای دور مردم به زیارتش می آمدند و دستش را می بوسیدند و طلب دعای خیر ازش می کردند. دست بر سر هر بیماری بکشد شفا می یابد و با نگاهی شل و کور و افلیج را خوب می کند. و به این نحو اگر کشیش فاکتوس می‌خواست، بزرگترین طبیب و دانشمند دنیای مسیحیت می‌شد. اما هرگز نمی‌خواست. هیچ کس نمی‌خواست از کلیسا دور شود و تمام آرزویش هم همین بود که وجود خود را در راه خدا فدا کند و در راه دین جانفشانی کند. اما متأسفانه از قدرت برخوردار نیست و نمی‌تواند فرمان جنگ بدهد، زیرا نه اسب دارد و نه شمشیر و به همین علت همیشه افسرده و غمگین بود و 3 روز تمام مشغول دعا خواندن بود و نه نان خورد و نه آب نوشید. صبح روز سوم ندایی شنید که: ای کشیش فاکتوس، دعاهایت مستجاب شد.
بیدرنگ به سوی دریا حرکت کن و قلب کافران را با نور مقدس ما روشن کن. فاکتوس عبا را به کمر بست و حرکت کرد. شب و روز پی در پی راه رفت. یک سال طول کشید تا به دریا رسید. نگاهی به امواج دریا کرد و بر روی تپه مرتفعی دستها را بالا برد و رو کرد به آسمان. گفت: خداوندا، به دریا رسیدم، مرا یاری کن تا بر کافران و بیدینان بتازم و در راه تو به فیض شهادت برسم. در کنار دریا میخانه ای بود. شبها عیاشان آنجا را به مکان مینوشی و بزم و طرب تبدیل می کردند و صدای قهقهه مردان و زنان بندرگاه را به لرزه در می آورد. فاکتوس فهمید که خداوند بی سبب او را به اینجا هدایت نکرده است. از صاحب میخانه خواست هر دسته از عیاشان را که می آیند به او بشناساند. او هم آدرس یک کشتی را به او داد که در بندرگاه لنگر انداخته بود. کشیش فاکتوس با عجله خود را به کشتی رساند و بر کاپیتان وارد شد. دید کاپیتان زنی را در آغوش گرفته و سه زن نیمه اوریان به دور او و سه نفر از یارانش حلقه زده اند و مشغول بازی پوکر هستند. کاپیتان چشم چپش را با پارچه‌ای بسته بود و عکس یک زن برهنه نیز بر بازویش کشیده شده بود. کاپیتان چشمش به فاکتوس افتاد و گفت: جام سیاه، چه می‌خواهی؟ اینجا چه کار می‌کنی؟ فاکتوس گفت: خداوند مرا فرستاده نورش را در قلب جوانانی بیندازم که با کفار و بیدینان می‌جنگند. کاپیتان خندید و گفت: میخوای چیکاری برات انجام بدم؟ گفت: خواهش میکنم منو توی کشتی خودت جا بده. گفت: سیاه جامه، تو به چه درد ما میخوری؟ گفت: هنگامی که شماها مشغول جنگ کردن هستید، من برایتان دعا میکنم و از خداوند میخواهم که شما را بر کفار پیروز گرداند. خواهش میکنم مرا با خودتان ببرید. کاپیتان با صدای بلند گفت: تو را به خدا نگاه کنین، عجب آدمیه. تا حالا هیچ زنی پاشو تو کشتی ما نگذاشته. از بدشانسی یک کشیش میخواد با ما همسفر بشه. فکر میکنم سفر این دفعمون بی لطف نباشه. خیلی خوب سیاه جامعه، امروز بعد ظهر همراه با سه کشتی دیگر راه میافتیم. تو هم بیا. کشیش فاکتوس سوار کشتی شد. شب آرامی را گذراندند. صبح زود با دو طوفان شروع شد. فاکتوس رنگش سفید شد و ترس برش داشت. مرتباً قی می کرد و همه آنها هم مسخره‌اش می کردن. کاپیتان گفت: بچه ها، نگفتم سفر پر از بزم و شادی خواهیم داشت؟ سیاه جامه براستی خوب ما را سرگرم می کنی ها. کشیش فاکتوس شروع کرد به التماس کردن. گفت: کاپیتان، خواهش میکنم منو نجات بدی. کاپیتان گفت: نجاتت بدم؟ پس وقتی برگشتیم به خشکی با خدا نشناس ها چه کار کنیم؟ اگر به ما حمله کردن کی برای ما دعا میکنه؟ گفت: در راه خدا نجاتم بدین، نجاتم بدین. گفت: اگر بخوای نجات پیدا کنی باید تا بندر شنا کنی. گفت: امان از دستتون، امان ای برادران دینی، چرا نجاتم نمیدید؟ باد و طوفان دو روز طول کشید. روز سوم دریا آرام شد. به ناگاه دریانوردی داد زد که: برادران، یک کشتی می‌بینم. کاپیتان که داشت بر روی یک صندلی خودش را می‌جنباند و انگشتانش توی موهای سینه‌اش بود گفت: خدا رسون، بچه‌ها حمله کنید، غنیمته. کشیش فاکتوس هم به جنب و جوش افتاده بود و تحریکشان می‌کرد. گفت: یالا برادرها، جان خود را در راه دین فدا کنید. دامن عبایش در زیر پای دریانوردان می افتاد. آنها هلش می دادند و می گفتند: عبا سیاه، برو اون طرف. با این همه فاکتوس از تقلا نمی افتاد. می گفت: همت کنید برادران دینی، نور ربانی در دلهایتان بدرخشد. کشتی ها حمله کردند. کاپیتان و آدمهاش مانند دفعهای گذشته شانس نیاوردند. کشتیشون به آتش کشیده شد. کشیش فاکتوس مرتب به دریانوردان جرأت می داد.
میگفت آفرین برادران دینی من، به پیش، پیروزی از آن شماست. امروز خداوند شما را امتحان میکند، بجنگید، دشمن دارد مغلوب میشود. کاپیتان به سینه فاکتوس زد و از پله ها انداختش پایین. مشعل های چوب و نفت پشت سر هم به میان کشتی سرازیر میشد. با این حال فاکتوس داد میزد برادران دینی، برادران دینی. دشمن خودش را به میانه کشتی رساند. جنگ تن به تن شروع شد. از پایین صدای فاکتوس می آمد که می گفت مقاومت کنید بیدین ها و خدا نشناس ها، آنها به زودی مغلوب می شوند. بعد از گفتن این جمله خودش را چپان توی مسترا، بعدن که آوردندش بیرون با ترس و لرز در زیر لب می گفت برادران دینی، کار بیدین ها و خدا نشناس ها ساخته شده؟ کشتی به وسیله یک کشتی دیگر به سوی بندر یدک کشیده شد. خبر اسارت فاکتوس چون بمب صدا داد. کفار کفار فهمیدند که او شخص سرشناسی است و در میان مردم کشورش صاحب احترام است. برای آزاد کردنش 100 هزار دلار پول خواستند. پرداخت این پول در توانایی مردم ساکن آبادی و دهات دوربرش نبود. بیشترشان اساس خانهشان را فروختند ولی کفایت نکرد. در دهی که فاکتوس زندگی میکرد زن بدنامی بود. مردان آبادی براش صف میبستند. کامنای بدکاره تا بخوای زنی زیبا و بیهمتا بود. اگر سرش شلوغ نبود شبی 20 تا مرد را راه میاد. زنی به کشیش پیغام داد اگر اونو عقد کنه و بزنه به نام خودش قبولش کنه حاضر 100 هزار فلورین را بپردازه و او را از اسارت نجات بده. فاکتوس اونقدر در زندان زجر کشیده بود همین که عقد نامه رو بهش دادن بی تأمل اون رو امضا کرد و برای کامنا پس فرستاد. اون هم 100 هزار تا رو داد و کشیش رو آزاد کرد. مدتی گذشت، کشیش به ده بر نگشت. کامنا عصبی شد و در دادگاه شکایت کرد. فاکتوس در دادگاه گفت اعضای محترم دادگاه، من مردی پاک و مؤمنم، همیشه در راه دین کوشش و فداکاری می کنم. چطور می توانم زنی را به همسری انتخاب کنم که شعله های هوس مردان آبادی او را فروکش می کند؟ کامنا سند امضا شده را از آستینش در آورد و به دست رئیس دادگاه داد و گفت جناب رئیس بفرما، این هم مدرک. رئیس و اعضای دادگاه سند را ملاحظه نمودند و خطاب به فاکتوس گفتند قانون قانونه و فرق نمی کنه. در حقیقت بسیار متاسفیم، اما یا باید این زن بدنام و بی آبرو را عقد کنی و یا بروی زندان. حالا هر کدام را میپسندی با تو آنطور رفتار میکنیم. فاکتوس همین که اسم زندان را شنید قلم دست و پایش شکست و گفت میگیرمش میگیرمش. کامنا خندید و رو کرد به فاکتوس و گفت شوهر عزیزم شب زود به خانه برگرد، منتظرت میشم. شب کشیش فاکتوس راه خانه کامنا را در پیش گرفت. زن لخت و اور روی پوست پلنگ دراز کشیده بود. دوتا لندهور این خودش لخت عرق و شراب براش می‌ریختن. کشیش آمد تو. کامنا با چشمان خمار به او نگاه کرد و گفت پدر محترم چی می‌خوای؟ کشیش فاکتوس جواب داد آمدم تا بفهمی بر سر قول خود هستم. کامنا زد زیر خنده و گفت او کشیش فاکتوس، خیال نکنی که به راستی میخوام با تو ازدواج کنم. نه خیر پدر محترم، تنها میخواستم بدونم کدوممون گناهکارترین. این که تو را فاش کنم بیش از 100 هزار ارزش داره. بعد دستش رو زیر پوست پلنگ برد، تعهدنامه امضا شده رو بیرون آورد و به طرف فاکتوس دراز کرد و گفت بگیر، اینم عهد و پیمانه، یالا گم شو پدر محترم. کشیش فاکتوس سند را گرفت و از خانه کامنای روسبی بیرون رفت. در راه نگاهی به آن کرد و کمی آن را بو کرد و بوسه‌ای به آن زد و جان به جان آفرین تسلیم نمود.
خب دوستان، این بود داستان کشیش فاکتوس از سری داستان‌های جذاب و طنز عزیز نسیم بزرگ. مرسی از اینکه ما رو تماشا کردید. لطف کنید ما رو سابسکرایب کنید، حتما اون زنگوله کنارش رو بزنید تا ویدیوهای بعدی اون براتون بیاد و بتونید ببینید. لطفا ما رو به دوستان کتابخونتون معرفی بکنید. اگر پیشنهادی هم دارید حتما توی کامنت ها لطف کنید و برامون بنویسید. بسیار بسیار سپاسگزاریم از اینکه بیننده کانال خودتون کتاب من هستید.